مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت از بروز سالانه تا 90,000 مورد جدید سرطان در ایران خبر داد و گفت که سرطان‌های پستان، روده بزرگ، پروستات و ریه 4 سرطان شایع در ایران است. فرمانده نیروی دریایی ارتش کلمبیا اعلام کرد که در یکی از پیچیده‌ترین عملیات مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در سراسر جهان 195 تن کوکائین کشف و ضبط شده است. ارتش اسرائیل میگوید طی روز گذشته بیش از 250 حمله در نوار غزه انجام داده که عوامل حماس و زیرساخت‌های متعلق به این گروه که توسط بسیاری از کشورها به عنوان سازمان تروریستی طبقه بندی شده است را هدف قرار داده است. یک روز پس از رد شدن لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس لایحه دولت را بودجه با بیش از 300,000 میلیارد تومان کسری دانست و یک اقتصاددان هم آن را به دفتر حساب و کتاب تشبیه کرد. کشورهای شرکت کننده در اجلاس کاپ 28 دبی روز چهارشنبه 22 آذر و پس از روزها مذاکره و چانه‌زنی در فضای پرتنش سرانجام قطعنامه گذار به دوران عاری از سوخت‌های فسیلی را تصویب کردند. وزیر گردشگری اعلام کرد در جلسه امروز دولت پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی برای لغو روادید با 32 کشور به تصویب رسید و این لغو روادید در مرحله اول است و پیشنهاد ما 60 کشور بوده است. رسانه‌های ایران در آستانه بلندترین شب سال به بررسی شرایط بازار و قدرت خرید مردم برای برگزاری این مراسم ملی پرداخته‌اند. در گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که مردم برخلاف گذشته هیچ امیدی ندارند و تنها نشان دهنده رسیدن یلدایی پر از حسرت و گرانی است. ارتش اسرائیل در واکنش به حملات راکتی از سوی لبنان با هواپیما و تانک مناطق در جنوب لبنان و سوریه را گلوله باران کرد. بنابر اعلام اسرائیل در سوریه اهدافی شامل زیرساخت‌های ارتش از جمله یک پایگاه دیدبانی هدف قرار گرفتند و در لبنان هم یک لانچر موشک‌های حزب الله مورد حمله قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به پمپاژ آب دریا در تونل‌های حماس توسط اسرائیل خواستار جلوگیری از مرگ غیر نظامیان شد. انتظار می‌رود مجلس نمایندگان و سنا روز پنجشنبه واشنگتن را برای تعطیلات پایان سال ترک کنند. این دو مجلس قرار است در هفته دوم ژانویه دوباره تشکیل جلسه دهند. همچنین رهبر جمهوری‌خواهان سنا گفته است که تصویب وسیله کمک مالی اوکراین قبل از کریسمس ممکن نیست. پنجشنبه این هفته برابر با بامداد 24 آذر یکی از فرصت‌های بی‌نظیر است که اگر زیر آسمانی تاریک باشید و اندکی خوش شانس شاید شاهد آتش‌بازی بیش از 100 شهاب در آسمان باشید. بارش شهابی جوزایی.